دوباره سلام برادر خاری عزیز، مهمونای عزیز. من مطمئن هستم که امروز خدا کارای همینطور که دعا کرد، دعای سارا تقریبا مثل یک جراحی بود، ببره و میدونم بشکنه، از بین ببره. مطمئن هستم خدا امروز برای کسانی که واقعا با این دل آمدن که گفتن که خدا من واقعا میخوام در زندگی من تبدیل های انجام بشه، خدا این دعا رو میشنوه، چون اراده خداست. کلام خدا میگه که در رومیان باب 8 آیه 31 و به بعد تا 36 اینجا میگه که زمانی که ما با حقیقت آشنا میشیم، زمانی که با حقیقت آشنا میشیم، این حقیقت ما رو آزاد میکنه. و پس زمانی که میخوام با حقیقت آشنا بشم، پس باید به دروغ ها آشنا بشم. زمانی که مشخص شده چه چیزی دروغه، پس میدونم که برعکسش پس چه چیزی حقیقته. و هر چقدر ما با حقیقت آشنا بشیم و یا میتونم بگم هر چقدر با دروغ ها آشنا بشیم، چه دروغ هایی هست که شیطان استفاده میکنه، انسانت کهنه ما استفاده میکنه، پس اون موقع میتونم برعکسش حقیقته. و زمانی که به حقیقت گوش میکنم و اطاعت میکنم، اونجاست که برکت های خداوند میتونم دریافت کنم. چند هفته است که در مورد انسانت کهنه صحبت کردم، امروز راحت باشین انسانت کهنه صحبت نخواهم کرد. فقط یک بخشی هست از انسانت کهنه که شخصیتش اینه که شخصیت انسان کهنه اینه که فریب دهنده هست و از نسل شیطانه، که شیطان میگه که دروغگو و پدر دروغگو هست. پس انسانیت کهنه است که ما رو به دروغ هدایت میکنه و همینطور هم فریب میده. و همینطور هم در انسانت کهنه هیچ ایمانی نیست، اعتمادی به خدا نیست، و همینطور هم پر از شک، پر از استرس، پر از ترس و همینطور هم خودمحور. این شخصیتی هست که در ما به هر حال سعی میکنه در زندگی ما نفوذ کنه و هدایت کنه. هدف خدا به هر حال برای تک تک ما اینطوریه که از طرف روح، از طرف نفس، از طرف بدن ما برکت یافته باشیم. آمین. در همه قسمت ها خدا، هدف خدا و این خونی که عیسی مسیح ریخته و کلام خدا که میگه که عیسی مسیح ما رو نه با نقره و با طلا خریده، بلکه با خون گرانبهای خودش بازخرید کرده. پس زمانی که خدا این بها رو پرداخت میکنه، پس یه هدف اصلی برای ما داره که در طریق همه قسمت ها ما رو کامل کنه، روح، نفس و بدن. و همزمان هم که به خاطر اینکه در این دنیا زندگی میکنیم، حتی از طریق مالی ما رو برکت بده. آمین. و یک آیه‌ای که هست توی کتاب مقدس که من خیلی دوست دارم، اصلا کلا میگم، من میگم که تقریبا مثل این که انجیل کوچیکه، که اینجا میگه که به تمام دل خود بر خداوند توکل نما. کسی هست اونجا این آیه رو بیاره؟ علیرضا. به تمام دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود که هر روز ما زندگی می‌کنیم، او را بشناس و اون موقع او طریق‌هایت را راست خواهد گردانید. آمین. و همزمان هم میگه که، یعنی قسمت اول به هر حال میگه که به هر حال زمانی که زندگی می‌کنیم، اعتماد کامل به خداوند بکنیم و هر اتفاقی که به زندگیمون می‌افته، هر قدمی که ما برمی‌داریم، حساب کن روی عیسی مسیح، حساب کن روی روح خدا. و اونجاست که توی تنگی‌ها خدا درها رو باز می‌کنه. آمین. بعضی وقت هم هست باز نمی‌کنه. باید صبر داشته باشیم، به اعتماد داشته باشیم که در زمان خودش باز کنه. بعد از این میگه که خیال نکن که خیلی عاقل هستی. یعنی منظور اینه که ببین، فروتن باش. یا خدا نگاه نمی کنه الان چقدر عاقل هستی، چقدر چه تجربه های عالی در زندگیت آوردی. اینا میتونن کمکی باشن، فقط روی این نمیتونی حساب کنی. یک مرد دانشمند که همه چی رو میدونه، بیا پیش عیسی مسیح. عیسی مسیح چی میکنه؟ همه چی رو نابود میکنه، میگذاره کنار، میگه این چیزا رو من احتیاج ندارم. تو احتیاج به چیزهای تازه داری، تصویرهای تازه داری و با چشم خودم بتونی همه چیزها رو که من میخوام بسازم
نگاه کنی، همزمان از این چیزایی که به دست آوردی از این چیزا میشه استفاده کرد. آمین. فقط ما زمانی که کسی میاد پیش عیسی مسیح، هر چقدر دانشمند باشه، هر چقدر هم به هر حال هیچ چیزی هم نداشته باشه، میگه خدا من واقعا در این دنیا هیچ چیزی نشدم، خالی خالی هستم، خدا میگه که باشه، من هستم که تو رو پر خواهم کرد و تو اون موقع به هر حال با هدایت من میتونی به اون هدف من برسی. آمین. به هر حال میگه خیال نکنید خیلی عاقل هستی، از خدا بترس و از بدی دوری کن، اگر چنین کنی مانند داروی شفابخش به تو سلامتی و قوت میبخشد. سو این قسمت اول که نگاه میکنیم میبینیم که خدا اینجا زمانی که ما درست زندگی کنیم، زمانی که اطاعت کنیم از خداوند و خودمون رو فروتن کنیم، اینجا میگه که خدا از طریق چی؟ از طریق بدن، شفاس، روح، هر چیزایی که احتیاج بدنهای ما، نفس ما احتیاج داره به ما سلامتی خواهد داد. موافق هستین؟ سو قسمت دوم که میره توی باب آیه 10 و 12، امثال 3 باب 8 تا 10 ببخشید، میگه خداوند را با دارایی خود حرمت دار. این هم هست، حرمت فقط این نیست پرستش کنیم، شکرگزاری کنیم و نمیدونم کارهایی برای انجام بدیم، بلکه اینجا میگه که با دارایی خودت حرمت، یعنی جلالش بده، با پول خودت جلال بده. موافق هستین؟ این درست میخونم من؟ درست متوجه شدم؟ کمکمون کنیم. فارسی رو شاید بعضی وقت درست نفهمم، فقط این آلمانی هم اینطوری گفته شده. با دارایی خود حرمت دار و از نوبر محصول زمین خود قسمتی به او تقدیم کن. امروز هم سرودهای خوندیم، تقدیمت میکنم به تو، میسپارم، میگم تو سود عظیم من هستی. آمین. زو میگه که به هر حال از نوبر محصول زمین خود قسمتی به او تقدیم کن، اگر چنین کنی. الان وارد یه بخش دیگه میشه، این در مورد سلامتی صحبت میکنه، در مورد نفس تو صحبت نمیکنه، بلکه میگه که اگر چنین کنی، کجا بودم؟ اگر چنین کنی انبارهایت پر از نعمت و خمر، خمرهایت پر از شیر انگور و دیگه سرخوشکایت از شراب تازه لبریز خواهد شد. آمین. یعنی خدا به هر حال تو رو نمیبره توی چیز، توی چی میگن اونجایی که شراب درست میکنن، چی میگن فارسی؟ چرخوشا. بلکه منظور خدا اینه که من میخوام از طریق مالی، از طریق نه فقط سلامت، از طریق مالی میخوام انبارهای تو پر کنم. تو احتیاج به این چیزهایی هم داری، فقط و فقط اولین چیزی که اینجا میگه که به شرطی که تو از نوبر محصول زمین خود قسمتی به خداوند تقدیم کنی، اون موقع هست که خداوند از طریق مالی هم به تو برکت خواهد داد. باور میکنیم؟ این کلام خدا. و زمانی که کلام خود رو به روی کلام خدا میشی، پس میتونی 100% حساب کنی این خدا این حرف رو زده، پس پشتش ایستاده که تمام وعده های خودش در زندگی ما بیاره. پس اینجا میبینیم که این چند تا آیه که خوندیم از باب 3-5 تا 10، اونجا میبینیم که خداوند از همه قسمت ها میخواد به ما برکت بده. فقط اینجا هست که ما باید قرار بگیریم و همینطور هم اطاعت کنیم. در تراژدی بزرگ کلیساها چیه؟ میگه که قوم من از عدم معرفت هلاک شدند. بنابراین قوم من به سبب عدم معرفت اسیر شده اند و شریفان ایشان، اینجا صف کنیم، من اینجا از اینجا باید بخونم، شریفان ایشان گرسنگی خواهند کشید و عوام ایشان از تشنگی بیتاب خواهند شد. درست خونم؟ سو اینجا میگه که چون معرفت خدا رو نداریم، چون اصلا با نقشه های خدا درست آشنا نیستیم، از تمام برکت هایی که خداوند میخواد به ما ببخشه محروم میمونیم.
خدا روش‌های خودش رو داره. ما باید به روش‌های خدا بتونیم پی ببریم یا نگاه کنیم و میگیم ما میایم زیر این روش‌های خدا، این دستورهای یا این قانون‌هایی که خداوند گذاشته. و اینجاست که در عهد عتیق به هر حال خدا میگه که قوم من از عدم معرفت هلاك شدند. و کلیساها معمولاً هم و افرادی که ایمان میارن به عیسی مسیح نجات پیدا میکنن، متاسفانه از این برکت هایی که خداوند برای ما داره نمیتونیم همه چی رو به دست بیاریم. کم و پیش چیزایی به دست میاریم. فقط خدا، خدای ما خدای خسیسی نیست، خدایی نیست که بخواد ما در فقر زندگی کنیم، بلکه در برکت ها. منظوری نیست که خدا هم بعضی وقت افرادی که خیلی مذهبی هستن فکر میکنن ما اجازه نداریم پول داشته باشیم. نه، خدا حتی هم دوست داره ما پولدار بشیم. آمین. خدا دوست داره تو پولدار بشی، پول زیادی داشته باشی، که از طریق پوله که ما شروع میکنیم به خدمت کردن خدا. به این خاطر این روش ها رو باید عزیزان یاد بگیریم. و همین در چیز دعایی که عیسی مسیح به ما یاد داده که در متا نوشته، در لوقا هم می تو نوشته که پدر ما که در آسمان هستی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. این یه دعایی هست که به هر حال ما یاد گرفتیم و میگیم که خداوند ملکوت تو بیاد، اراده تو انجام بشه، پادشاهیت بیاد. این بالا مشکلی نیست، توی ملکوت خدا، تو پادشاهی خدا هیچ ضعفی نیست، درسته؟ قدرت، حکمت، آمین، جلال، اقتدار، گنج‌هایی هستن، تمام چیزا در آسمونه. و زمانی که خداوند میگه که ما، به ما یاد داده، گفته که با دعا کنیم پدر جان ملکوت تو بیاد، پادشاهی تو بیاد، و اینجا من در این وسط قرار گرفتم و باید احساس مسئولیت بکنم که بتونم از این تمام دارایی، از این تمام ثروت، از هر چیزی که در آسمونه استفاده کنم که بتونم بیارم روی زمین. آمین. ملکوت تو بیاد، پادشاهی، اراده تو انجام بشه و ملکوت تو بیاد. من الان چون ما دوست داریم یه تصویری جلوی چشممون داشته باشیم، یه چیزی که بتونیم واقعا درست متوجه بشیم منظور خدا چیه. الان این چیزایی که گفتم ملکوت تو بیاد، پادشاه، منم الان مسئول این پادشاه هستم، دوی رپانی بود. پس یه تصویری کشیدم که واقعا درست متوجه بشیم عزیزان. اگه این تصویر واقعا، سب کن برادر عزیز، اگر این تصویر با قلبتون صحبت کنه، و دعای من اینه، یه چیزی بود که خداوند چند روز پیش به من این چیزا رو نشون داد و چیزایی هم که بود از جای دیگه هم یاد گرفتم. اینطوری نیست که فقط همه چی رو مکاشفه رو از خداوند گرفتم، چیزایی شنیدم، چیزایی دریافت کردم، چیزا با قلب من صحبت کرده، چیزایی خدا اضافه کرده. چون من دوست داشتم دنبالش برم، میخوام خداوند کلیسای ما فقیره، کلیسای ما چیزی نداره، ما مثل اینکه زیر لعنت زندگی میکنیم، مثل اینکه چیزایی هست که اینقدر برکت خدا من به وسیله کلام خدا به ما بخشیده، فقط هنوز احساس میکنم یه جایی لنگ موندیم، مثل اینکه یه چیزی هست، یه غده‌ای هست در این بدن مسیح، در آلفا امگا، که جایشو گرفته. الان ما نمیتونیم درست از این ثروت خداوند استفاده کنیم، از این برکت خدا استفاده کنیم. سالهاست ما در مورد صحبت میکنیم کلیسای ما باید باعث برکت برای دنیا باشه، هنوز اتفاق نمیفته. کار بشارتی، کار نمیدونم رحمت میخواستیم انجام بدیم، درسته؟ سالهاست ما در مورد صحبت میکنیم، دنبال پول هستیم، پول نیست، کجا نمیدونم، هزار تا کارهایی که کردیم به هیچ جایی نرسیدیم. یه مشکلی هست و یه مشکل که مربوط به هم همینطور پول هست. و زمانی پس میگیم که ملکوت تو بیاد، و الان در این دنیا برحال دنیایی هست که برحال ما اینجا زندگی میکنیم، الان اینجاست که این ملکوت خداست. و دومین قسمت می‌بینید که تمام گنج‌های خدا اینجا هستن،
تمام چیزهایی که ما احتیاج داریم. و پایین اینجا میبینیم که این دنیاست، جامعه، همه در حال فقط دنبال زندگی خودشون هستن. و زمانی که عیسی مسیح این پادشاه رو، عیسی مسیح این روح القدس رو فرستاد، کلیسا تشکیل شد و کلیسا آمد در این دنیا. و کلیسا اینجا در این دنیا نماینده چی شد؟ آسمون شد. نماینده سفارت، میگم که سفارت پادشاهی خدا. این کلیساست، ساختمون نیست. ما اینطوری که نگاه میکنیم، ما سفارت پادشاهی خدا هستیم. آمین. و توی این سفارت یا توی این کلیسا بخشی هست که عیسی مسیح مأموریت بزرگ داده، بریم بشارت بدیم، درسته؟ بریم به تمام امتها انجیل رو پخش کنیم. و همینطور هم بریم اونجا خدمت‌های رحمت، یعنی بتونیم به این جامعه، به این کسانی که نیاز دارن، مریض هستن، به هر حال توی دنیای سوم، میگن دنیای سوم یا جهان سوم، به هر حال خیلی دردهای زیادی هستن و اینجا به هر حال ما مسئول هستیم. و اینجا تو وارد میشی، تو اینجا وارد میشی، ایمان میاری به عیسی مسیح و خداوند روح خودش رو به تو میبخشه و یه قلبی هم میبخشه. قلب برای چی؟ برای پیروی کردن. و یه قلبی میبخشه که بتونی این مأموریتی که خداوند به ما بخشیده اینجا انجام بدی. و به این خاطر زمانی که شروع میکنی، 10-1 رو دادن به کلیسا، قلبی داری و برای کار بشارتی یا پولشو میدی یا خودت خدمت میکنی در این. و همینطور هم این پولهایی که هست، زمانی که برای کار برای اجتماعی استفاده میکنی، برای کسانی که واقعا نیاز دارن، اون موقع است که آسمون باز میشه و خداوند شروع میکنه از ثروتهای خودش رو به تو ببخشه. آمین. و اون موقع است که پایین نگاه میکنیم، اون موقع است که کلیساست و میتونه تسلط داشته باشه، تسلط داشته باشه روی جامعه. و خداوند یک دایره‌ای برای تو درست میکنه و تو اونجا در محافظت خدا هستی، زیر برکت خدا هستی، از طریق روح، از طریق جان، از طریق نفس، از طریق مالی، چون یک کانالی شدی که خداوند میبخشه و تو هم همینطور دستت بازه که بتونی شروع کنی به 10-1 دادن به کلیسا، بتونی همینطور هم برای کارهای بشارتی و هر چیزایی که الان اونجا هست انجام بدیم. این پس زمانی که من صحبت کردیم، میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شده، چون ما این کارها رو انجام نمیدیم، به این خاطر ناقص میمونیم. تراژدی اینا که چیز کردیم. الان در بخش لوقا باب 16 آیه 10 تا 12 اینجا که میخواییم بخونیم، اینجا که عیسی مسیح، و خیلی جالبه که اگر دقت کرده باشین، خیلی زمانی هست که توی موعظه ها گفته شده که عیسی مسیح خیلی زیاد، فکر میکنم یادم نیست، تا من 50% مثال هایی که زد در مورد پول بود، از پول خیلی زیادتر صحبت کرد از اینکه از موضوع سکس رو صحبت کنه، چون پول قدرتی هست، پول یه چیزی هست میتونه زندگی تو رو تحت تاثیر بذاره. سکس برای شهوته، فقط پول قدرتی هست، خداست. به این خاطر این قسمت رو در لوقا باب 16 آیه 10 تا 12 نسیم میتونی تو بخونی؟ شاید این قسمت اول رو بخونی تا نخواهد بود. آنکه در امور کوچک امین باشد، در امور بزرگ نیز امین خواهد بود. و آنکه در امور کوچک امین نباشد، در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. و هرگاه در مال بی انصافی امین نبودید، کیست که مال حقیقی را به شما بسپارد؟ و اگر در مال دیگری دیانت نکردید، کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟ آمین. پس اینجا میبینیم که عیسی مسیح در مورد
اول در این قسمت اول که میگه که آن که در امور کوچک امین باشد در امور بزرگ نیز امین خواهد بود، و آن که در امور کوچک امین نباشد در امور بزرگ نیز امین نخواهد بود. این ربطی داره برادر خواهر عزیز، نه که خدا میخواد توی کارهای بزرگی انجام بدی برای او، بلکه کار خدا اینه که، و مخصوصا در این دنیا هم اینطوری، هر موقع میخوای یه کاری شروع کنی، میخوای مهندس بشی، میخوای یه شغلی بکنی، از کجا شروع میکنی؟ از پایین شروع میکنی. شروع میکنی به هر حال آسپیلدونگ، بعد از آسپیلدونگ یک دوره دیگه هست، بعد از این دوره دیگه، بعد از این مایستر میشی، بعد از مایستر میتونی به هر حال پیشرفت کنی. در ملکوت خدا، خدا نگاه میکنه کیه در کلیسای خودش که امینه، در چیزای کوچیک امینه، یعنی یه چیزای کوچیک رو انجام میده، واقعا دقت میکنه و میدونه که این کاری خدمتی که دارم، الان هر خدمتی هم باشه، من برای عیسی مسیح انجام میدم و وفادار انجام میدم، من میتونم برای این بیستم برای خداوند. و خداوند اینجا میگه که زمانی یه کسی که اینطوری فکر میکنه، نگاه نمیکنه الان چرا من این کارو میکنم، بلکه واقعا این کارو با لذت انجام میده، کوچیکه، فقط تو امین هستی، سختی ها رو میگذرونی، فشارهایی میاد، فرار نمی کنی، و تو این خدمت های کوچیکیه که خداوند شروع میکنه در تو کار کردن. و هر چقدر ما در این قسمت شروع کنیم امین وفادار باشیم، خداست که میبینه از بالا، خدا میبینه که با چه نیتی من خدمت میکنم. خیلی خدمت های کوچیک در این کلیسا هست، فقط خداست که نگاه میکنه و خداست در زمان خودش بلند میکنه. زمانی که خدا نگاه میکنه یه کسی هست که واقعا روش میشه حساب کرد و یه چیزی کوچیکی بهش دادم و وفادار انجام میده، مطمئن باش حتی هم احتیاجم به شبانش نداره، احتیاج به چیزایی نداره، خود خدا یه کارهایی انجام میده، یک مس مخصوصی میده، یک قدرت مخصوصی میده، چون در این کار امین مونده. خیلی خیلی مهمه عزیزان، اگر کار کوچیکی هم انجام بدیم، وفادار انجام بدیم، از این که کار شبانی رو انجام بدیم یا کارهای دیگه انجام بدیم بزرگه، فقط روش نمیتونیم حساب کنیم. میان نمیان، قول میدن، بعد از این بهانه هایی پیدا میکنن، من نمیتونم، مریض شدم، کمرم درد میکنه، سرم درد میکنه، هزار تا چیزای دلیلایی میارن. برحال این اتفاقات میفته، مسلمه، ما هم مریضم میشیم. فقط مشخص میشه کیست که واقعا با وفاداری خدمت خدا رو اینجا انجام میده. و قسمت دوم که اینجا در مورد پول صحبت نکردیم، در مورد فقط در مورد چیز امور، یعنی خدمت‌های کوچیکی میخوایم انجام بدیم. و بعد از این قسمت دوم که میگه که و هرگاه در مال بی انصافی امین نبودی، کیست که مال حقیقی رو به شما بسپارد؟ و اگر در مال دیگری دیانت نکردی، کیست که مال خاص شما را به شما دهد؟ این یک اخطاری هست عزیزان. چی فکر میکنی این مال حقیقی و این مال خاص چیه؟ یکم فکر کنین. زمانی که عیسی مسیح در مورد این پول صحبت میکنه، مال بی انصافی، به هر حال در مورد پول صحبت میکنه. پول یک حاکم، یه حاکم وحشتناک، خدای ناپاک، اما یک خادم بزرگی است. میدونستین؟ پول یه چیزی بدی نیست. بگیم که پولو دوست ندارم. من فکر میکنم همه ما پول دوست داریم و احتیاجم داریم. فقط باید بدونیم پول هیچ احساسی ندارد و خفتی، درست؟ چی؟ خفتا؟ خونسا. خونسا هست. نویترال. یعنی پول الان ورداری نگاه کنی نویتراله.
هیچ چیزی احساسی نداره، یه کاغذه. فقط اینجا باید نگاه میکنیم که زمانی که ما اسیر این پول میشیم، پس میشه چی؟ یک پول یک حاکم وحشتناکی است. این پول زندگی تو رو میتونه نابود کنه. همزمان میتونم بگم این پول یک خادم بزرگیه. من اینجا اینطوری چیز کرده بودم، نوشته بودم، این تصویر رو جلوی چشمم هم بود. شاید این آیه بعدی رو بخونیم که ادامه این لوقا باب 16 است، میگه که هیچ غلامی دو ارباب رو خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپرده یکی خواهد بود و دیگر را خار خواهد شمرد. نمی توانید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. و این جلوی چشم من این صحنه آمد که گفتم که خدا را باید اون عنوان حاکم بالا سر و در زندگی، یا خدا رو باید عنوان حاکم بالای سرت و در زندگیت داشته باشی، اما پول رو عنوان غلام زیر پات. یعنی زمانی که در این آیه که خوندیم یه هیچ کسی نمیتونه دوتا غلام داشته باشه، غیر ممکنه. من نمیتونم بگم که ارباب، ارباب، یا من نمیتونم بگم که خدا رو با این پول مساوی کنم. زمانی که من واقعا عیسی مسیح خدا رو میپرستم و فقط با تمام دل او رو میخوام خدمت کنم، هیچ موقع نمیتونه این پول با خدا در یک سطحی باشه. پس اون موقع زمانی که خدا رو خدمت میکنم، اتوماتیک باید این پول بیاد زیر پاهای من. یک خادمه، من تسلط دارم روی این پول، من میتونم از این پول استفاده کنم برای کار خدا، چون روی سر من خداست. از اونجا همون تصویری که دادیم، از اونجاست که این برکت ها میان، و اینجاست که من میتونم از این پول استفاده کنم که کار خدا رو پیش ببرم. به این خاطر با این دید باید نگاه کنیم که همین که عیسی مسیح در این قسمتی گفته که من نمیتونم الان همینطور سرسپردی یک سب کنید و گود اول از اول میخونم، هیچ غلامی دو ارباب را خدمت نتواند کرد، زیرا یا از یکی نفرت خواهد داشت و به دیگری مهر خواهد ورزید، و یا سرسپردی یکی خواهد بود و دیگر را خار خواهد شمرد. نمی توانید هم بنده خدا باشید هم بنده پول. این باید یه چیزی است که در قلبت باید اتفاق بیفته. توی قلبت باید ببینی که به کی زندگی خودت رو سپردی، کیست که روی زندگی تو حکومت میکنه. دنیا مردم رو قضاوت میکند به آنچه دارند، اما خدا قضاوت میکند به آنچه میدهند. با این دید خدا نگاه میکنه. و زمانی که اینجا عیسی مسیح در مورد مال حقیقی صحبت میکنه و مال خاص شما صحبت میکنه، در مورد چیزایی هست که خداوند برای تو آماده کرده. شفاست، آزادیه، اقتداره، شادی هست، شجاعت هست، تاجی هست که خداوند آماده کرده برای تو. دوباره میگم، تمرکزتون رفت یه جای دیگه. اینجا عیسی مسیح میگه که اگر تو این به این پول، این پول مال کجاست؟ ربطی داره به ملکوت خدا؟ پادشاهی خدا؟ مال کجاست؟ مال دنیاست. این پس زمانی که مال دنیاست،
من مالکی هستم، من مال خدا هستم، من در این دنیا هستم، تو در این دنیا هستی، از این دنیا نیستی. اوکی؟ پس این یک چیزی است که ربطی به تو نداره، مال تو نیست، این یک چیزی است که امانتی است که خدا به تو بخشیده. درسته؟ زمانی که خدا میگه که اگر از این امانتی که به تو بخشیده که مال تو هم نیست درست رفتار نکنی، این چیزایی که مال توست، شفا، آزادی، اقتدار، قدرت، حکمت، غیرت، تاج ابدی، سلطنتی با عیسی مسیح، اینو به دست نخواهی گرفت. اگر با این پول درست رفتار نکنین عزیزان، خدا میگه که کیست به تو اینو، این چیزی که مال توست، حاضر شده برای تو، آماده هست برای تو. این تصویری که اونجا دیدم، همه چی آماده هست برای تو که دریافت کنی، یعنی بپذیری، ورداری. میگه که زمانی که در این دنیا اسیر پول میشیم، وابسته به پول میشیم، اتوماتیک دیگه این چیزایی که خدا برای تو داره قطع میکنه. یه تصویری دیگه، اینو متوجه، نه یه لحظه صبر کن، دوباره برگرد، دوباره الان این به اونجا رسیدیم، درسته؟ زمانی که این قلب رو نداشته باشی و پول رو خدای خودت بکنی، این قلب روی که برداشته میشه، ده یک رو تونه میدی و اصلا فکر نمی کنی برای کار بشارتی، و همینطور هم اصلا فکر نمی کنی برای فقیران که احساس مسئولیت برای این دنیا بکنی، چه اتفاقی می افته؟ تمام برکت هایی که اینجا پایین است از بین میره، و همینطور هم خدا این برکت ها رو از تو بر می داره، یعنی مثل اینکه این کانال تو خودت می بندی. این تمام چیزها از این برکت های، از این محافظتی که خدا هست بیرون می آیی، و همینطور چی می شی؟ بر می گردی به این دنیا، در توی این دنیا هست که توی این جامعه زندگی میکنی، هیچ تأثیری روی این دنیا نداری. یه کسی که درست با این پول رفتار نمی کنه اینطوری که خدا میخواد، توی جامعه دردهای جامعه، فشارهایی که در این دنیا هست، دروغهایی هست، ناعدالتی هست، هر چیزی که بلا هست وارد میشدی. این کی وارد شده؟ تصمیم کی بود؟ تصمیم ما بود، تصمیم شما و من بود. به این خاطر خدا میگه که این قسمتی که ما خوندیم، قوم من از عدد معرفت هلاك شدند، چون نمیدونیم، چون ما اونقدر وابسته به پول هستیم، اونقدر احساس دنبالش این هستیم موفقیت، شادی، آزادی به دست بیاریم، محو میشیم و همینطورم توی دنیا میافتیم. همه کارهایی که میخوایم انجام بدیم، خونه احتیاج داریم با زحمت، کار احتیاج داریم با زحمت، افرادی میرن اونجا به هر حال خدمت میگن، سیاه کار میکنن، پول رو جمع میکنن، بعد از یه مدت میبینی پول نیست. افرادی هستن که میرن پول رو جمع میکنن، سیاه کار میکنن، پولشو ده یکشو نمیدن، خیلی چیزهای دیگه میکنن انجام میدن، یا هندیشو از دست میدن، یه کسی میاد یه چیزی رو میدزده، یه تصادفی میشه، دائما تو این جامعه اونجا غرق میشی و شیطان اونجا میتونه همه چی رو ورداره. تقصیر کیه؟ تقصیر ما. و خیلی هستن که اینطوری زندگی میکنن. مسیحی ها این چیز بالا مونده بود، یعنی خدا این فیضشو بخشیده، یا این روح خدا هست، فقط تو اونجا نیستی، تو این دنیا غرق شدی، می جنگی با قدرت خودت، سعی میکنی به هر حال بتونی همه چی رو درست کنی، خونه احتیاج داری، هزاران پول خرج میکنی، ماکلر میدی، همه جا میدی. نمیخوام بگم همه چی گناهه، نه، همه چی جای خودشو داره، فقط زحمت میکشین، درد میکشین، بعد از یه مدت میبینیم که این چیزایی که دریافت کردین از دست میدین، چون این دایره محافظت خداست، این از دست دادین. سه تا اصل
اساسی خداوند رو میخوام صحبت کنم کوتاه. اولین اینه که اصل نوبر در خروج باب 13 آیه 3 تا 12 نسین خداوند چنان که به اجداد شما وعده داده بود شما را به سرزمین کنعان میبرد. در آن موقع شما باید تمام نخست‌زادگان مذکر را برای خداوند وقف کنید یا آن را برای خدا جدا بساز. همچنین تمام نخست‌زاده های نرینه حیوانات شما از آن خداوند است. آمین. سو اینجا در مورد این اصل نوبر صحبت میکنه. اگر یادتون باشه بهترین چیزی که آیه هست که میتونیم اینجا نگاه کنیم، یوحنا باب 3 آیه 16 میگه که خدا انقدر جهان رو دوست داشت که یگان پسرش رو داد. نوبر. و همینطور هم میبینیم که در قرنتیان هم اینجا میگه که لیکن با فعل به فعل مسیح از مردگان برخواست نوبر خابیدگان یا نوبر مردگان. یعنی عیسی مسیح الان ما که باید اینطوری نگاه کنین، عیسی مسیح اول پدر این نوبر رو، این نخست‌زاده رو داد، اولینشو، و بعد از این میبینی که عیسی مسیح از مردگان برخواست عنوان چی؟ نوبر مردگان. ما به چه دلیلی، از چه قانونی ما نجات پیدا میکنیم و حیات جاودانی رو میکنیم؟ به وسیله عیسی مسیح که نوبر بود و ما بقیه هستیم که وارد میشیم. آمین. به این خاطر این تصویر رو باید جلوی چشمتون داشته باشین که خداوند اینجا میگه که این نخست‌زادگان رو و هر کسی که هر برکتی که اول از به دست آوردی این مال خداست، به خدا ببخشی، نه مال خدا، اینو به خداوند ببخش. تقریبا اینطوری میتونم بگم الان یه کاری پیدا کردی، یه شغلی پیدا کردی، رفتی اونجا تو این شغل، اولین حقوق رو که گرفتی بگیم 1500 یورو، این 1500 یورو مال کیه؟ این ربطی به ده یک نیست ها، نوبره. 1500 یورو مال کیه؟ مال خداست. اولین پولی که دریافت کردی مال خداست. میدونی یهودی ها بی خودی ثروتمند نیستن. یهودی ها این سر رو فهمیدن، این راز رو فهمیدن، میدونن که اولین چیز مال خداست، بقیه تمام حقوق هایی که به دست بیارین همه زیر برکته. آمین. یه برادری هست که اسمش هم میگم که میشناسین، برادرمون رضا نوربخش، ایمان آورده به عیسی مسیح و اون زمان همینطور توی کلیسامون بود و رفت اونجا این رشته رادیولوژی رو خوند و تقریبا 3 سال اونجا درس رو خوند. بعد از این خدا رو شکر اونجا توی این دهیه که جمع دایه من همه میتونه میداد و بعد از این شرکتی که بود اونجا گفتن که ما میخواییم تو رو استخدام کنیم. و این رضا آمد، من هیچ چیزی هم بهشم نگفتم، راستش بگم اون موقع مثلا نمیدونستم در این قسمت نوبر، نمیدونستم هنوز. خودش آمد گفته که بردار آلبرت، من میخوام تمام حقوق، موقع 2500 مارک بود، یورو نبود، یادم هست، 2500 مارک رو میخوام تقدیم به خدا بکنم. گفتم که خوشحال شدم، گفتم خوبه، بد نیست. آمد اولین حقوق رو همه رو، یعنی 100% رو به کلیسا داد. برادر عزیز و خواهر عزیز، بعد از این توی سر کارش اونجا از یک موفقیت به موفقیت دیگه، از یک بخشی به یک بخشی دیگه، همزمان دختر آلمانی کلاودیا چیز کرد، آشنا شد، ازدواج کردن،
الان اینطوری همینطور که ادامه بدیم، 5 تا بچه داره، یک خونه ای داره. خونه یعنی هاوس، خودش یه هاوس داره. یا موفق، الانم چند سال پیش چیز کرد، فکر کرد، گفته من میخوام به خدا خدمت کنم، به این خاطر نصف کاری شد و نصف کار میکنه و نصف وقتشو برای خداوند گذاشته. من میتونم بگم از زمانی که این، نه فقط میگم که من بهش نگفتم، من اون موقع اصلا از نوبر اطلاع نداشتم، اینطوری فقط خودش توی قلبش بود، گفته من میخوام واقعا از خداوند تشکر کنم، واقعا فیض برکتهای خداوند بود که من اینجا رسیدم. و اینطوری خدا شروع کرد در زندگی خودش برکت پشت برکت آوردن. الان فکر کنین شما یه کاری پیدا میکنی 2000 یورو و چند مدتی از پولم نداشتی و خدا منم اینجا به هر حال با زور از تو نمیگیره، تو هستی میگی که با پرستش، خداوند این مال توست و خداوند تمام زندگی خودت رو، چون همه چی ربطی به قلب داره، برکت میده. این نوبر یه چیز خیلی مهمیه. اگه یادتون باشه، کسانی که یکم بیشتر کتاب میخونن، زمانی که اسرائیل در از مصر بیرون آمد، وارد 40 سال دی بیابون شد، بعد از 40 سال که خداوند اوورد کجا؟ کنان. و زمانی که وارد کنان شدن، اریخا بود، شهر اریخا بود، درسته؟ و میگه که این کنان رو میخوام موسی یا یوشا، میخوام همه چی رو به قوم من ببخشم. گفته اولین شهر کدوم شهر بود؟ اریخا بود. گفته این اریخا رو، همه چی رو باید از بین ببرین، هیچ چیزی اجازه ندارین وردارین، همه چیز مال خداست. نمیدونم خوندین یا نه. این همون نوبری هست. این کشور رو میخوام به تو ببخشم، فقط اولین شهر و هر چی تو شهر مال منه. و متاسفانه دیدیم که قوم اسرائیل اونجا آخاب بود که نه آخاب نه اسم چی بود که یاد اخان بود که اونجا رفت برای خودش یه چیزی رو دزدید و تمام قوم اسرائیل شکست خوردن، چون یه نفر اونجا نااطاعتی کرد، یه نفر از یه چیزی ورداشت که مال خدا بود. عزیزان، ما باید از خدا بترسیم. خدا شوخی نداره با ما، خدا همه چی رو برای ما فراهم کرده. به این خاطر این پرینسیپ رو، این اصل رو باید بفهمیم. اولین نوبر مال خداست. دومین اصل خدا دادن دهیکه. زمانی که ما بعضی وقتا از دهیک صحبت میکنیم، افراد شروع میکنن به لرزیدن. اصلا کلا در مورد پول که صحبت میکنیم، در ملاکی باب 3:10-11 اینو میتونید خاموش روشن نگه دارین که هر دفعه یا بگو. 10:1 را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد. و یهوه سبایود میگوید به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنه های آسمان را میگشایم و شما را آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن را نداشته باشید. خداوند متعال می فرماید نمی گذارم حشرات و آفات محصول شما را از بین ببرند و انگور تاکستان های شما را نابود سازند. آمین. میتونیم آمین بگیم؟ آمین. چه وعده عالی است که خداوند اینجا قول میده، میگه که امتحان کنی مرا. اینجا خداوند نمیگه که
پول رو میخواد از دست ما بگیره، بلکه اینجا میگه که چی؟ میگه که دهیک ها را به طور کامل به خانه من بیاورید. این دیگه داوطلبانه است، یه چیزی هست که ما هستیم که این حرکت رو باید انجام بدیم. این دهیک مال خداست. حالا نمیخوام قسمت هایی تو ملاخی بخونم که اونجا به اندازه کافی خوندیم. اینجا میگه که زمانی که دهیک نمیدیم دزدی میکنیم از خداوند که مال خداست. فقط میگه که این دهیک ها رو به طور کامل، یعنی دهیک، نه 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 ممیز پنج، نه پنج درصد، بلکه ده یک به طور کامل. معمولا هم که زمانی که در با ده یک صحبت میکنیم، خیلی هستن که در مورد برحال میگن که ما در عهد جدید زندگی میکنیم، عهد عتیق زندگی نمیکنیم. عهد عتیق برحال طوری دیگه میگه الان تو عهد جدید. خب بگم باشه اوکی، اگه میخوای عهد جدید رو حاضر هستم، یک دهیک رو احتیاج نیست، عهد جدید رو انجام بده. عهد جدید چی میگه؟ تو مردی، تو مال خودت نیستی. عهد جدید میگه 100% بیار، چون هیچ چیزی دیگه مال تو نیست. باشه قبول میکنم، عهد جدید رو بیارین. ما مردیم و زندگی ما مخفی در مسیح هست. مردیم. یک کسی که مرده احتیاج پول نداره. پس بیاییم. خدا رحم کرده به شما، گفته 10%. فکر کنین الان ما که خارجی هستیم، وارد آلمان شدیم، دنبال اقامت هستیم، کسانی هستن که این پاس قرمز آلمانی رو میخوان داشته باشن، دستشو بلند. این نشانه اینه که تو تعلق به آلمان داری، تو آلمانی هستی، از همه حقا میتونی استفاده کنی. این درسته یا نه؟ میخواین داشته باشین. فکر کنین الان کشور آلمان میگه که باشه اوکی، احتیاج هم نیست بریم پیش وکیل، احتیاج هم نیست به مسیحی بشین که پاس بگیرین. نه، هر کسی که کار بکنه مالیات بده بهشون میدم. شما چی میکنی؟ تو مال کار میگردی و همینطور هم مالیات هم میدی، درسته؟ و اگه کشور آلمان میگه زمانی که کار نکنی یا مالیات ندی یا دروغ بگی، اینو دوباره برمیداریم. پس چی میکنی تو؟ دقت کن، سعی میکنی دائما در حال کار باشی، مالیات بدی، درسته یا نه؟ معمولا هم اینطوری هم هست. الان فکر کنی که عیسی مسیح میاد اینجا میگه که عزیزان، شما رو نجات رو میتونید به دست بیارین، گناه های شما آمرزیده بشه زمانی که دهیک بدین. شما چی میکنین؟ دهیک میدین یا نه؟ اگه خدا بگه که ببین زمانی که ایمان میاری به من، توبه میکنی، بازگشت میکنی، دهیک رو میدی، حیات جاودانی رو داری، چی میکردی؟ دهیک میدادی یا میگفتی نه گناه من رو وردار، فقط دهیک به تو نمیدم؟ هیچ موقع نمیکردی. و زمانی که خداوند میگه که ببین زمانی که دهیک ندی، نجات رو از تو بر میدارم، چی میکنی؟ دهیک به کامل ها، نه 5%، به طور کامل. اگه مطمئن هستم، اگه خدا توی قانون خودش میگفت نجات به وسیله ایمان و به وسیله دهیک یک شخص نجات پیدا میکنه، همه کارها رو انجام میدی که سر ساعت دهیک دو بدی. میدونستی دهیک ندی، نجات رو از دست میدی، بعد از 10 دقیقه بمیری، میری جهنم. پس اونقدر دقت میکنی، همه کارها رو انجام میدی که دهیک دو بدی. اینم با لطف و محبت خدا. خدا هیچ موقع از پول صحبت نکرده، گفته مجانی من تو رو نجات میدم. زمانی که نجات داده، گناه تو رو ورداشته، حیات جاودانی رو به تو داده، بعد از این میگه که چون داوطلبانه میخواد ورداره، میگه دهیک منو به من بده. با اونجا میگیم که
ندارم، خرج من زیاده، نمیدونم، هزار تا چیزایی دلیلایی میاریم. یعنی عزیزان، خدا لعنت نمی کنه تو رو، فقط خدا به تو احساس میکنه، میگه که برو خجالت بکش، خجالت بکش، این خون گرانبهای خودم رو دادم، ریختم، تو حاضر نیستی. ده یک زندگی پولی که به تو میبخشم به من برگردونی؟ خجالت بکش، چون از تمام این دایره برکت تو محو شدی. من قطع نکردم، من لعنتت نکردم، تو خودت افتادی زیر لعنت، مثل همون مردی که اونجا بود. تو موعظه های گذشته هم اینطوری هم گفته بودم، رومیان باب 11 اینجا میگه که و چون نوبر مقدس هست، همچنان خمیره، و هرگاه ریشه مقدس هست، همچنان شاخه ها. منظور اینه که زمانی که عزیزان این ده هک رو به خداوند با کمال میل تقدیم میکنی، خداوند میگه که چون این ریشه پول توست، 90% رو من برکت میدم. آخه چقدر احمق باید باشیم که بگیم که 100% رو میخوام وردارم که پوسیده بشه، پژمرده بشه. من باید نگه دارم. خدا میگه که ریشه پول تو 10%. این 10% مقدسه، اینو به خداوند تقدیم کن با تمام عشقت. من 90% رو برکت میدم به اضافه چیزایی که ایبراشونگ های سپراز هایی که در زندگی تو خواهم کرد. ما فقط امروز رو نگاه میکنیم، خدا سال آینده رو نگاه میکنه، میبینه که از تو چه چیزی خواهد ساخت. این اصل ده یک بود که فقط گفتم که دوباره یادآوری کنم. جالبش اینه که زمانی که یه چیزی که مقدسه، شیطان اجازه نداره دست بزنه. میدونستین؟ چیزی که تقدیم شده به خدا، شیطان هیچ قدرتی اینجا نداره. زمانی که 10% رو که مقدسه به خداوند میبخشی با علاقه مندی، شیطان اجازه نداره 90% رو دست بزنه. در محافظت خدا هستین. فقط میگم که قوم من از عد معرفت نابود شده، شکسته شدن، مری شدن. و سومین قسمت دادن هدیه هاست. ما میگیم هدیه، فقط آلمانی خیلی خیلی بهتر گفته میشه، میشه اوفه، اوفه میشه قربانی. ما فارسی هم میگن قربانی. مثلا روزای یک شنبه که ما اینجا پولو جمع میکنین، ما میگیم هدیه هست. درسته، هدیه لغت خوبیه، فقط این چون داوطلبانه هست، ده یک داوطلبانه است، اونجا باید بدی. نوبر داوطلبانه است، تو باید به خداوند ببخشی. فقط هدیه یعنی قربانی، یه چیزی هدایای تقدیمی. مرسی. سو یه چیزی هست که داوطلبانه هست، و اینجاست که باید نگاه کنیم که آیا واقعا الان نه فقط یک شنبه به یک شنبه اینجا پول رو جمع میکنیم، بعضی وقت 10 سنت، بعضی وقت 20 سنت، بعضی وقت 5 یورو، 10 یورو، 20 یورو هم هستن که توش قرار میگیرم. فقط باید نگاه کنیم که چه قلبی داریم. برای مثال میگم کار خدا در این دنیا مثل کار بشارتی یا کار اجتماعی، سازمان‌های زیادی هستن. الان مثلا تو مینیستری یک سازمانی هست که ما هم توش هم هستیم، و به هر حال انجیل خداوند رو در دنیا مخصوصا بین ایرانی‌ها اینجا پخش می‌کنن، در همینطور هم در ترکیه، و از این پولا استفاده می‌کنن. به هر حال افرادی میارن، سمینارهایی می‌ذارن، و همینطور شاگردایی می‌سازن، کلیساهایی می‌سازن، به هر حال ملکوت خدا رو برای درست می‌کنن.
احساس مسئولیت برای این دنیا میکنه. سازمان‌های دیگه هست، مثلا آفاتسه، چیز آلمانیه. آفاتسه میشه که یک سازمانی هست برای اکسیون فولتی کرستن، مخصوصا برای مسیحای شکنجه که در این دنیا شکنجه میبینن، میرن اونجا خدمت میکنن. و همینطور هم الان توی زودان شمال زودان، اونجا یک فخر خیلی بزرگی هست. یعنی فیلماشو دیدم که واقعا دلم خیلی سوخته. و بعضی وقت ما اونقدر دور هستیم از این مشکلات که اصلا به قلبمون اصلا چیز نمی کنه. چی میگن؟ نه فشار، اصلا توی تلویزیون هم نگاه میکنه، آخ حیفه، خدا برکتش بده، اوکی، کاری نمیتونیم انجام بدیم. فقط چقدر ما واقعا میتونیم بگیم که اوکی خداوند، از این پولی که از این 100% که بدادی 10% هم رفتم 90% مونده، چقدر میتونم برای این کار اجتماعی یا کار بشارتی استفاده کنم. کلیسای ما الان از سالها پیش ما هدیه هایی و قربانی هایی میفرستیم برای کشورهای دیگه و برای کار خدا. یک قسمتی هست که توی اتیوپیا میفرستیم، یک زنی هست، یک پزشکی هست، مسیحی ایماندار، که ما ماهیانه 80 اورو اونجا میفرستیم، یعنی کلیسایمون میفرسته اونجا. این 100% این 80 اورو وارد میشه اونجا و خودش برای 80 اورو اونجا دانه گندم میخره و به فقیرانی که اونجا هستن تو اتیوپیا و وضعشون خیلی خرابه و اونجا به هر حال پخش میکنه. ماه به ماه ما اونجا به هر حال کمک میکنیم. همینطور هم یک میگن فرزند خواندگی هم ما چیز کردیم. یه دختری هست یه کشور دیگه، ماهیانه پول میدیم که مخصوصا به هر حال برای او استفاده بشه که بتونه اونجا به هر حال رشد کنه. خیلی چیزای دیگه هم هستن که ما میتونیم انجام بدیم، عنوان کلیسا انجام بدیم و همینطور هم عنوان شخص، عنوان فرد بتونی بگی که خداوند این پولی که دارم الان میخوام استفاده کنم برای کار الان پیش برده که ملکوت خدا جز از این ده یک. این چیزایی هست که این نقشه‌ای که اونجا کشیده بودم، که این قلبی هست که خداوند میخواد ما داشته باشیم. و زمانی که این قلب رو داریم و احساس مسئولیت برای این دنیا میکنیم و پول رو استفاده میکنیم عنوان یک قدرت که زیر دستای ماست، زیر تسلط ماست، و اونجاست که خداوند میگه که چه در ملاکی چی شده؟ چی گفته شده؟ میگه که نمیگذارم حشرات و آفات محصول شما رو. نه بالا اینجا میگه که چطور روزانه آسمان رو میگشایم و شما رو آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش آن رو نداشته باشین. عزیزان بریم بخونیم دوباره. خداوند میگه که زمانی که تو شروع میکنی ده یک دادن، زمانی که تو قلب برای این دنیا داری، این پولی که در دست تو دادم استفاده میکنی، نه فقط برای خرید لباسهای خودت و هر چیزی که فقط به اندازه کافی دیگه، اونقدر دیگه چیزت چی میگن کمودت دیگه پر شده، یک لباس دیگه، یک کفش دیگه، یک نمیدونم هزار تا چیزای دیگه. نه، شروع کنی ذهنتو دید عوض کردن. منظور خدا این نیست که هیچ چیزی نخری، منظور خدا اینه که چقدر واقعا قلب داری که درست استفاده کنی. اگه با این ممون درست رفتار نکنی، 5 اورو شد. زیادتر شد. زمانی که از این پول درست استفاده نکنیم که مال تو نیست، مال تو نیست، یه امانتی هست، خدا به تو این چیزایی که برای تو آماده کرده به دست نخواهی گرفت. و اینجا میگه که زمانی که اینطوری رفتار کنیم، روزانه های آسمون رو میگشاید و شما را آن چنان برکت خواهد داد که گنجایش آن را نداشته باشید. خداوند متعال میفرماید نمیگذارم حشرات و آفات محصول شما رو از بین ببره. یعنی خداوند میگه که من زندگی تو رو محافظت میکنم، اجازه نمیدم تو این دنیا مطمئن باشین یک اقتصاد شکست خواهد خورد در این دنیا. میدونستین
فشارهایی خواهد آمد، یه اتفاقاتی خواهد افتاد در این زمان آخر. و خداوند میگه در اون زمانی که دنیا وحشت خواهد کرد، فقط من قوم خودم رو نگه خواهم داشت. و اون موقع هست که تشخیص خواهیم داد کیا هستن که احساس مسئولیت برای این دنیا داشتن، پول رو پرداخت میکردن، کیا هستن که این پول رو استفاده کردن برای زندگی خودشون. اونا توی مشکلای بزرگ خواهن افتاد. یک برادری هست که اینم انجام مثال رو برای شما بگم، خودش اسمش هم جف هاردینگ، یه انگلیسی مرد انگلیسی بود. زمانی که من ایمان رو بردم به عیسی مسیح، توی کلیسای چیز بود، کلیسای داملاشراسه بود، خودش شغلش فیزیکدان بود، توی شرکت زیمنز کار میکرد و توی کلیسا بود و خدمت کانون شادی رو داشت و خودش هم تعریف میکرد و میگفته که زمانی که اون کلیسا هم اون موقع خیلی تعداد زیاد 300 نفر عضو داشتن، منم اونجا تا اون موقع وارد این کلیسا شدم و خودش دیده که خدمت خودش خیلی زیاده، گفته که من نمیتونم الان فول سایت اونجا فول تایم کار کنم. بعد از این رفته پیش زیمنز و گفته که من میخوام فقط به جای 160 ساعت فقط 100 ساعت کار کنم. زیمنز گفته نه، ما شما رو برای فول سایت میخوام، اگر نه نمیشه. بعد از این خودش گفته که بیاین و امتحان کنین، 3 ماه من نصف روز کار میکنم، امتحان کنین، اگر چیز نیستین قبول نمیکنین دوباره من میام. گفتم باشه اوکی. دعا کرده، گفته که واقعا من خودم میخوام در کار تو باشم، در کار خدمت تو باشم، من خواهم امین. و مخصوصا بچه های زیادی هم تو این کلیسا بودن. رفت و تو این 3 ماه خدا به او یک ایده های ملکوتی داد، یک چیزای چی میگن؟ چیزایی که مربوط به فیزیک، دستگاه ها، طوری داد که رئیساش مشخص شد که واقعا یک برکتی پشتشه. بگویید تو این 3 ماه اونقدر زیاد چیزهای تازه تولید کرد، ایده های تازه، که رئیسانشون گفتن باشه، شما میتونین ماهی 100 ساعت کار کنید و همون حقوق. عزیزان، خدا اینطوری کار میکنه. چون قلب داشته برای این بچه های کوچیک، خدا در رو باز کرد و برکتش داد. این کلیسای آنسکار، این رو نگاه میکنی نه؟ این چیزی که در دست چپه، الان کلیساشون رنووی رو میکنن. این همه چی میدونی از کدوم پول؟ نه از پول کلیسای خودشون. میگن که ما تقریبا 350 هزار اورو احتیاج داریم برای رنووی این کلیسا. فقط اینجا پولای میان پولای هدیه ها، نه 10-1. از چند ماه پیش شروع کردن و میبینی که این سنگ ها رو میبینی که هر دفعه یه افرادی پول میدن، ماهیانه پول میدن، یواش یواش این زیادتر میشه. افرادی هستن که گفتن که ما پول مسافرت سالیانه ما که میخوایم بریم اورلاب، ما امسال اورلاب نمیریم، این 3000 رو برمیداریم برای ساختن کلیسا. این میشه هدیه، این میشه قربانی. درد میکنه، هدیه درد میکنه. اینطوری نیست که بگیم باشه همه چیز به تو میدم. یعنی زمانی که مثلا احساس میکنم میگم الان من اورلاب و نسین، الان این دفعه مثلا اورلاب نمیریم و پول رو برمیداریم و به یک سازمانی میبخشیم. حتی من فکر کرده بودم از طرف کلیسا هم الان ما اینجا هستیم، گفتم دعا میکنم اراده خدا چیه، بتونیم کمک کنیم، ما اینجا تو این کلیسا هستیم، یه چیزی از ما کم نمیشه بلکه زیادتر میشه. و شروع کردم در موردش خیلی زیاد فکر کردن، خدا من چه کارهایی ما میتونیم الان انجام بدیم. این برادرمون فقط که الان صحبت کردم، خودش الان کشیش یک کلیسای بزرگی توی چیز شرق، نه وست، وست میشه غرب هامبورگ. این طوری هست که به هر حال
این سه تا قسمت هایی بود که میخواستم با شما در میون بذارم. پس اصل نوبر، دومین قسمت اصل دهیه، که سومین اصل همون هدیه هاست. که زمانی که این نقشه رو که دوباره نگاه کنیم، علی رضا نبرو تو، این نقشه رو نگاه میکنیم عزیزان، خدا اینو میخواد ما زیر این برکت باشیم، زیر محافظت باشیم. و زمانی که ما یاد میگیریم، این باید یاد بگیریم. من زمانی که این چیزهایم که خودم هم اینطوری شروع کردم چیز کردن، شنیدن، و همینطورم تو این چند مدت خدا مخصوصا در این قسمت خیلی با من هم صحبت میکنه، گفتم ما اصلا باید یک فرهنگ تازه در ما به وجود بیاریم. فرهنگ دادن، نه فرهنگ خسیسی، نه فرهنگ خودخواهی، نه فرهنگ مال منه، یه چیزی از من کم شده، زمانی که 50 یورو هدیه بدم کم میشه. نه، فرهنگ دادن یعنی یه چیزی از من کم نمیشه، بلکه من همینطور میگه چیزها رو روزنه های آسمون رو باز میکنم، و خداوند اونقدر برکت به تو خواهد داد، به کلیسامون برکت تو خواهد داد. شاید به این خاطر کلیسامون واقعا در این حال افتادیم، ساختمونی نداریم، چون نمیدیم، چون افراد نمیدن. خوب میشه الان، امروز هم مخصوصا هم که عشا داریم، خوب میشه الان چشمانو ببندیم و ببینیم که چه چیزی هست که خدا امروز با تو صحبت کرده. کجا تو قرار گرفتی؟ آیا واقعا اصلا دهیک میدی؟ آیا واقعا هدیه میدی؟ آیا واقعا این نوبر رو که نوبر هنوز شاید هنوز کار پیدا نکردی؟ فقط خدا اینو یادآوری میکنه. و قبل از امروز عشا تو قلب منه، واقعا بیایم جلو و واقعا توبه کنیم، توبه کنیم از این دل سختی که ما داریم، از این دل خودخواهی، از این دل که همینطور که خدا گفت هیچ غلامی دو ارباب را خدمت نمیتوند بکنه. ارباب تو کیه؟ کیست که روی زندگی تو حکومت میکنه؟ و همینطور هم از نگاه کن، در امور کوچیک تو وفادار هستی، با این ممان، با این مال بی انصافی که خداوند به تو امانت داده چقدر وابسته شدی، چطور این پول که روی تو حکومت میکنه. نگاه کن چقدر چشمت روی فقط ثروت انداختی، که دروغ شیطانه که میگه اینه که تو رو خوشبختی میاره، موفقیت میاره. چه ساز میکنم خیلی هستن که اینجا باید ما حضور خداوند توبه کنیم. میدونم افرادی هستن که قسمتی از دهیک رو میدن، بعد امروز خداوند میگه که دهیک رو به طور کامل به خانه من بیارید، تو خوراک کافی موجود باشد. خیلی دلیل هایی میتونیم داشته باشیم، خداوند امروزم به تو میگه نترس، بیا منو امتحان کن، شروع کن به دادن با علاقه مندی، با پرستش. اون موقع است که از همه تاریخ فشارها، طوفانهایی خواهند آمد، من تو رو نگه خواهم داشت. و مخصوصا در این زمان هاست که انبارای تو رو پر خواهم کرد.
خداوند رو به دارایی خود حرمت دار و از نبر محصول زمین خود قسمتی را به او تقدیم کن. اگر چنین کنی انبارهایت پر از نعمت و خمرهایت پر از شیره انگور و چر خشتانت از شراب تازه لبریز خواهد شد. خدا امروز این فرصت رو به تو میده و اینم تو قلب من خدا من گذاشته که واقعا قبل از عشا بیایم واقعا جلو واقعا توبه کنیم و قولای جدید قولی بهش بدیم که خدا من از امروز به بعد میخوام ذهن من عوض بشه، دید من عوض بشه، کلام تو رو شنیدم، حقیقت رو شنیدم، با کمک تو میخوام زندگی من عوض کنم. اگه خدا با قلب تو صحبت کرده بیا جلو شاید برای تو سخت باشه، فقط این سختیه که خداوند دل تو رو خواهد شکند، چیزی که مانع هایی که جلوی قلبته